در این قسمت از برنامه از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عادلی سرپرست بنیاد تبلیغی فرهنگی پیامبر اعظم و منشی شورای اخوت اسلامی افغانستان تقاضا به عمل می آوریم تا به ایراد سخن بفرمایند، تا آمدن ایشان صلوات جلی ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وصلى الله على نور الأنوار والسر الأسرار عقل الكل وأشرف الرسول حبيبه وصفيه وخاتم سفرائه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين. قال الله تعالى في كتابه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. خداوند إن شاء الله قلوب ما را به نور ایمان و معنویات، چشم ما را به جمال منجی عالم بشریت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و منور گرداند و به همه ما توفیق عنایت نماید که دستورات خدا پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام را سرمشق و سرلوحه زندگانی من قرار دهیم. محفل امروزی که در این مکان مقدس و تجلیل از مقامی معنوی علمی و خدماتی یک عالم وارسته فقیهی بیدارگر و زعیم فقید شیعیان افغانستان حضرت آیت الله العظمای حجت از سوی بیت آن بزرگوار برگزار گردیده و به مناسبت 37 سالگرد ارتحال ملکوتی آن بزرگوار برپا گردیده تسلیت گفته و از پیشگاه پروردگار عالمیان امیدوارم که انشاءالله روح آن بزرگوار را از همه ما که مدیون و مرهون خدمات آن شخصیت بزرگوار هستیم انشاءالله راضی بگرداند. در این فرصت بسیار کوتاه که سخنران اخیر جلسه ما هم حضرت آیت الله واعظ‌زاده است، من مقاله را تهیه کرده بودم در حدود 15 صفحه تحت عنوان حجت معمار همبستگی و اخوت اسلامی، لذا از خواندن اون مقاله منصرف شدم برای اینکه زمان و
وقتی دیگری را میخواهد در این فرصت کوتاه که ظرف 10-12 دقیقه وعده میدهم که عرایزم را به دو تا ویژگی آن بزرگوار از ویژگی هایش به دو تا نمونه اش که در متن مقاله آمده بدان اشاره میکنم و از حضور همه بزرگان در این محفل که چند دقیقه اسباب زحمت میشن و ایجاد مزاحمت می نمایم معذرت می خواهم. در جهان هیچ فضیلت به مساوی علم نیست، زیرا حیات و سعادت امت ها به واسطه علم است. در فضیلت و مقام عالم همین بعد که آیات قرآن کریم و احادیث فراوان به آن اشاره شده و بدان صراحت دارد و همین بعد که خداوند فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، خداوند می فرماید فقط از میان جمیع بندگانم علما هستند که صاحب خشیت خداوندی می باشند. حضرت آیت الله العظمای حجت که در این مقاله که عنوانش را عرض کردم حجت معمار همبستگی و اخوت اسلامی است، ما در بین اعضای محترم شورای اخوت اسلامی و علمای اهل سنت و بزرگان شیعه و سنی تا بدان جایی که بعضی از بزرگان در آن دوره بودند و نقل و حکایت می کنند، حقیقتا حجت معمار همبستگی، معمار اخوت اسلامی و معرفی درست و صحیح شیعه و شناختاندن درست تشیع و الفت قلوب بین علما و آحاد ملت مسلمان افغانستان اهم از تشیع و تسنن گردید. که در اون مقاله ویژگی های زیادی اشاره شده که دو تا از ویژگیش رو من فقط در اینجا متنم را نمیخوانم، اشاره میکنم به اون. یکی همون ویژگی اولش که ایمان به هدفی حضرت آیت الله حجت بود، همان نکاتی که برادر عزیز ما جناب حجت الاسلام المسلمین استاد ناطقی اشاره کرد، در پرتو ایمان به خدای متعال بود که مرحوم حضرت آیت الله العظمای حجت سختی ها و مشکلات را دید اما با چهره باز و با نشاط او را از هدفش هرگز منصرف نکرد. به عنوان نمونه ایمان قوی آیت الله العظمای حجت بود که ایشان در همون آوان جوانی که قصد تحصیل علوم دینی را در حوزه علمیه مشهد مقدس دارد، ایشان در اون حوزه با ایمان به خدا هدفش این بود که ملا شود و روزی به کشورش برگردد و مصدر خدمت قرار گیرد و مشکلات جامعه آن روز افغانستان را که میدانیست رنگ میبرد و آرزویش این بود که یک روز حلال مشکلات این جامعه باشد.
مرحوم آیت الله حجت اونقدر زحمات را کشید که یکی از نمونه هایش این که ایشان در اثری فقر و تنگ دستی که داشت حتی چند روز روزه میگیرد و غذا هم نداشته که افطار میکرد. شبها وقتی که به حجرش به مدرسه دینی برمیگردد با آب روزش را افطار میکند. آنچنان ضعف و ناتوانی بر او غلبه میکند که وقتی در حرم حضرت امام رضا علیه السلام نماز را میخواند پاهایش حرکت نداشت و نماز را نشسته میخواند. بعد از دو سه روز طلاب علوم دینی در همان مدرسه میبینه که محدث بزرگ شیخ عباس قومی وارد حجره یک طلبه افغانی شده و از این دو برادر که اخوی حضرت آیت الله حجت هم بوده که در مقاله و تفصیل به این داستان پرداخته شده، وقتی که میبیند بله داخل حجره این دوتا طلبه افغانی میشود، در اونجا زیر پلاسی چند قران را میگذارد، غذا میگیرد، غذا تهیه میکند و بعد افطار میکند و بعد از مدتی که از این داستان میگذارد با اون که باعث تعجب طلاب شده بود که چطور شد شیخ عباس قومی محدث بزرگ به دیدن این دوتا طلبه افغانی اونجا آمدن، بعد از مدتی مرحوم آیت الله عظمای حجت مصمم می شود که عازم نجف اشرف شود و تحصیلش را در نجف اشرف ادامه دهد. در مسیر را در قم می رسد به محضر محدث بزرگ شیخ عباس قومی می رسد، به ایشان اظهار ارادت می کند و تشکری. تعجب می کند شیخ عباس قومی که من شما را که نمی شناسم. گفتن ما همون دو تا طلبه ای هست بودیم که آمدیم در حجره ما چند قران را اونجا گذاشتیم، مشکلات اقتصادی داشتیم. گفت نه من اصلا شما را نمی شناسم. بعد معلوم میشه که این از توجهات و عنایات خاصی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده که به این آقا داشته. خب معلوم است که این ایمان به هدف حضرت آیت الله حجت بود. بعدش حضرت آیت الله عظمای حجت که به کشور هم برمیگردد شجاعانه با همون اراده و ایمان هیچ تهدید و فشاری را او را از هدفش نمیتواند دور بسازد و شبیه همان ایمانی که پیامبر بزرگوار اسلام به هدفش و راهش داشت و همان راه جدش را ادامه داد تا توانست مصدر این خدمت بزرگ گردد. ویژگی دوم حضرت آیت الله عظمای حجت که در اون مقاله آمدن حرکت آگاهانه جهت حفظ هویت دینی مردم بودند. حضرت آیت الله حجت در فعالیت های عملی اجتماعی و سیاسیش معتدل بود و نبض جامعه را به خوبی درک میکرد. اروز مثل امروز نبوده که مردم برن پشت میز بنشیند و حرفایشان را بزند. اون روز باید درست تشیع معرفی میشد و الفت قلوب و همبستگی و اخوت اسلامی که به همین جهت هست که ما اسم این مقاله را معمار اخوت و همبستگی در افغانستان مرحوم آیت الله حجت را معرفی کردیم. ایشان با او که در اون زمان استعمارگران و خارجی ها و منافقین و دشمنان اسلام تلاش میکردند که فاصله بین شیعه و سنی ایجاد کند و نفاق را
حضرت آیت الله العظمای حجت بود که از بین این دو مذهب برداشت. واقعا او رفتار و کردار او رفت آمد و نشستی را که در دوران علمای گذشته ما مخصوصا در اواخر عمر مرحوم آیت الله عظمای حجت میان علما و بزرگان شیعه و سنی بود، متاسفانه با کمال تاسف ما امروز نداریم. اونها صادقانه با ایمانی که داشتن در راه دین تلاش میکردن، ولی امروز اکثر این حرکت ها سیاسی شده، استفاده ابزاری میشود، از هر دو طرف میخواد زرنگی کند و از همدیگر استفاده ابزاری کنه، ولی در اون روزی طوری نبود. واقعا اونها حرکتشان حرکت خدایی بود و اسلام اصیل را معرفی میکردن که ما در این بخش مدیون و مرهون خدمات اونها هستیم. که ما نتیجه مورد دوم و ویژگی دوم را دو سه تا موضوع شاید بیشترم هست آوردم که فقط از اونا نام میبرم که نتیجه این حرکت آگاهانه برای حفظ هویت دینی توسط مرحوم آیت الله العظمای حجت یک رفع تقیه پیروان تشیع بود و نزدیک ساختن توده های مسلمان اعم شیعه و سنی از خلال بحث تفاهم و شناخت بیشتر به هم دیگر که در اون مقاله تفصیلا آمدن. دوم نشر علوم معارف اسلامی از طریق تدریس، خطابه و تبلیغ این موارد در قبل از زمان آقای حجت متاسفانه میسر نبود. مقابله با بی‌عدالتی های نظام آن وقت. سومم با برپایی مراسمات دینی و مذهبی و تشویق علما جهت شیرگیری وحدت میان توده های مردم، ایجاد مستمر بین مراکز و شخصیت های علاقمند به تقریب مذاهب و فراهم آوردن زمینه های لازم تبادل نظر و آرای اندیشه های بزرگان شیعه و سنی که موارد بحث های تفصیلی شده که از طریق بحث های برهانی و عقلانی با فرق مختلف مخصوصا توسط مرحوم آیت الله عظمای حجت پایه‌گذاری شد. انسانی که دست خدا و عنایت خدا را حس می کند و در راه خدا قدم بر می دارند، خدا هم به مصداق این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم بر نصرت او اضافه می کند که شامل حال مرحوم آیت الله عظمای حجت بود. یا آنچنانی که در داستان اصحاب کهف مطرح شد که قرآن میگوید آنها جوان مردان بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و به او اعتماد و تکیه کردند، خدا هم بر ایمانشان افزود، آن هم برای خدا قیام کردند و خدا هم دلهای آن را محکم کرد. در پایان این دوتا ویژگی و صورت گلایه می خواهم به یک نکته اشاره کنم و عرایزم را خاتمه دهم که او گلایه یادآوری از خدمات و نقش علمای گذشته است متاسفانه در جامعه امروزی ما کمرنگ است. ما حقیقتا جایگاه علمای گذشته ما را در شرایط فعلی خالی می بینیم. علمای گذشته ما هم از نظر ایمان و هم از نظر تقوا و هم از نظر تلاش و کار و خدمت نمونه بود که حقیقتا جایشان خالی است و در این دوره مظلوم ترین قشر علمای گذشته ماست که از آنها یادآوری و نقش خدمات آنها یادآوری و تقدیر از خدمات او بزرگواران نمیشد. جا داشت که امروز آحاد مردم مخصوصا خواص علمایی که در حوزه های علمیه به گونه جایگاه دارند، اینها حتی در همون مدارسشان، در همون تکیه خانه هایشان، در همون مساجدشان جلسات بزرگی را برپا می داشتند،
زیرا مرحوم آیت الله العظمای حجت حق بزرگ بگردن همه مخصوصا علما دارد. ما مدیون و مرهون خدماتی او بزرگوار خود را باید بدانیم، مخصوصا در 100 سال اخیر جایگاه علمای گذشته را اگر ما ملاحظه کنیم و بنگریم برای ما روشن خواهد شد که خدمات علمای گذشته جامعه امروزی ما را از بدبختی نجات داده بود. امروز همه بر سفره خدمات آن بزرگواران نشستند. با کمال احترامی که ما به بزرگواران داریم که خدای نخواسته اظهار بی‌ادبی نشود نسبت به این بزرگان، اگر جایگاه اون علمای گذشته ما دوباره احیا نشود و حفظ نگردد، ممکن است که اعتماد جمعی نسبت به جایگاه علما به ضعف روبرو شود و پیامد آن خدای ناکرده همان به اعتمادی به جایگاه علما در منظر عام خواهد بود. ما امیدوار هستیم که انشاءالله درسی باشد اگر در قضایای سیاسی و مسائل سیاسی و جنجالهای سیاسی در کشور باشد حضور مردم خیلی گسترده است. متاسفم که از یک شخصیتی که برای این جامعه و این ملت هویت داد و مستر خدمات فراوان گردید و حتی امروز ادعی که ادعا دارن که ما اخوت و برادری را در این کشور قائم کردیم، در حقیقت اینها بر سفره کسانی نشستن که اونها معمار همبستگی و اخوت در بین جامعه اسلامی افغانستان بودن. متاسفانه امروز ما کمتر میبینیم. بر صورت انشاءالله امیدوار هستیم که خداوند به ما هم توفیق عنایت نماید که شناخت آگاهی ما نسبت به بزرگان دینی ما، شخصیت‌های مذهبی ما، علمای ما بیشتر و علمای ما هم همون جایگاه اصلی خود را و اصیل خود را که علمای گذشته کشور داشته دوباره به دست بیارن و خداوند روح مرحوم مغفور حضرت آیت الله العظمای حجت را از همه من و شما شاد بگرداند. و یک بار دیگر من از سوی بنیاد فرهنگ تبلیغی پیامبر اعظم 37 سالگرد ملکوتی ارتحال ملکوتی زعیم فقید شیعیان افغانستان حضرت آیت الله العظمای حجت به یکایک شما مؤمنین و مردم مسلمان افغانستان مخصوصا به بیت محترم آن بزرگوار تسلیت میگم. از توجه و حوصله مندیتان هم تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.